در طول چهار دهه گذشته نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران یکی از مرموزترین و در عین حال بحث برانگیزترین نیروهای هوایی منطقه بوده است این نیرو از یک سو همچنان متکی به جنگنده های قدیمی دوران پیش از انقلاب مانند F-14 تامکت، F-4 فانتوم و F-5 تایگر است و از سوی دیگر بارها اعلام کرده که روی پروژه های بومی بر برای تولید جنگنده های جدید و حتی نسل پنجم کار می کند پرسشی کلیدی این است آینده جنگنده های ایرانی به کجا خواهد رسید؟ آیا واقعا ایران در آستانه ورود به عصر جنگنده های نسل پنجم قرار دارد؟ یا این تنها یک شعار تبلیغاتی است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید نگاهی به تاریخچه تلاش های ایران در حوزه جنگنده های بومی بیاندازیم. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 محدودیت های گسترده تسلیحاتی و تحریم ها باعث شد ایران نتواند به راحتی جنگنده های مدرن از بازار بین المللی خریداری کند. در این شرایط دو راه بیشتر وجود نداشت یا تکیه بر ناوگان فرسوده و حفظ آن با قطعات دستساز یا حرکت به سمت بومیسازی و طراحی داخلی ایران عملا هر دو مسیر را انتخاب کرد نگهداری از تامکت ها و فانتوم ها با مهندسی معکوس و حتی تولید قطعات پیچیده مثل موتور و رادار در داخل انجام شد در حالی که پروژه های مانند آزرخش، سایقه، کوسر و در نهایت قاهر 313 به عنوان نشانه های تلاش ایران برای ورود به عرصه طراحی مستقل مطرح شدند اما چرا قاهر 313 بیش از همه جنجال به پا کرد چون ایران مدعی بود این جنگنده میتواند خصوصیات نسل پنجم را داشته باشد رادارگریزی طراحی آینده و توان حمل موشک های مدرن با این حال کارشناسان غربی و حتی برخی تحلیلگران مستقل داخلی نسبت به واقع بودن آن تردید داشتند تصاویر اولیه و نمونه های نمایشی قاهر بیشتر شبیه یک ماکت بودند تا یک جنگنده واقعی با وجود این هیچ کس نمیتواند انکار کند که صرف ورود ایران به مرحله طراحی چنین پروژه هایی خود نشان دهنده عزم و پیشرفت قابل توجه در صنعت هوایی است حالا پرسش اصلی مطرح می شود آینده چه خواهد شد اگر نگاهی به روند جهانی بیاندازیم متوجه می شویم که در حال حاضر تنها چند کشور توان تولید واقعی جنگنده نسل پنجم را دارند آمریکا با F22 و F35 روسیه با و 57 چین با جی بیست و تا حدی ترکیه و کره جنوبی که در مراحل آزمایشی هستند ساخت چنین جنگنده این نیازمند فناوری فوق پیشرفته در زمینه موتورهای توربوفن فن پرقدرت مواد مرکب رادارگریز رادارهای آرایه فازی سیستم های جنگ الکترونیک و یک شبکه پشتیبانی کامل است ایران در کدام یک از این حوزه ها پیشرفت کرده است گزارش ها نشان می دهد که ایران طی سال اخیر توانسته موتورهای جت بومی مانند اوج و جهش را تولید کند همچنین رادارهای بومی آرای فازی مثل نجم و کاوش معرفی شده در حوزه جنگ الکترونیک نیز ایران بارها ادعا کرده که توانسته پهبات های پیشرفته آمریکایی مانند آرکیو 170 را فرود بیاورد اینها همه نشانه هایی از که ایران حداقل در برخی فناوری های کلیدی توانسته به سطح قابل توجهی برسد اما آیا این کافی است برای ساخت یک جنگنده نسل پنجم واقعی یا خیر پاسخ کوتاه است هنوز نه زیرا چالش اصلی در یک پارچه سازی این فناوری هاست یعنی ممکن است ایران موتور داشته باشد رادار هم داشته باشد و بدنی رادارگوریز هم طراحی کند اما ترکیب همه اینها در قالب یک جنگنده عملیاتی که بتواند در میدان نبرد واقعی دوام بیاورد فرایندی بسیار پیچیده و زمانبر است به همین دلیل بسیاری از تحلیل معتقدن معتقدند که در آینده نزدیک ایران بیشتر به سمت نسل چهار و نیم یا همان جنگنده های ارتقا یافته با برخی ویژگی های نسل پنجم خواهد رفت تا یک جنگنده نسل پنجم واقعی داشته باشد. یک سناریوی محتمل این است که ایران در دهه پیش رو روی دو مسیر موازی حرکت کند نخست ادامه نوسازی جنگنده های موجود مثل فانتوم و تایگر با نصب رادارهای جدید سیستم های اویونیک دیجیتال و موشک های هوا به هوای بومی دوم توسعه تدریجی یک جنگنده جدید که ابتدا در سطح نسل چهار بهینه شده باشد و سپس به تدریج به سمت ویژگی های نسل پنجم حرکت کند نمونههایی مثل قاهر 313 یا پروژه های محرمانه تر ممکن است در همین راستا باشد اما چرا ایران اصرار دارد به سمت نسل پنجم برود؟ پاسخ در معادلات منطقه ای نهفته است. همسایگان ایران مانند ترکیه، امارات و عربستان در حال خرید یا توسعه جنگنده های پیشرفتند. ترکیه پروژه کان را به عنوان جنگنده نسل پنجم بومی دنبال می کند امارات به دنبال خرید F-35 بود و عربستان نیز مذاکراتی در این زمینه داشته است اگر ایران نتواند یک نیروی هوایی مدرن داشته باشد برتری هوایی در منطقه به طور کامل از دست خواهد رفت بنابراین حتی اگر توانایی فنی ساخت نسل پنجم در کوتاه مدت فراهم نباشد ایران مجبور است روی این مسیر سرمایه گذاری کند تا در آینده جایگاه خود را حفظ نماید از زاویه های دیگر باید توجه داشت که ایران در حوزه پهبادها پیشرفت چشمگیری داشته است پهبادهایی مانند شاهد 136 کرار و فوتروز نشان دادند که ایران میتواند در عرضه طراحی پرنده های بدون سرنشین با ویژگی های رادارگوریزی و جنگ الکترونیک دست بالا را داشته باشد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ایران از تجربیات پهبادی به عنوان سکوی پرش برای رسیدن به جنگنده نسل پنجم استفاده خواهد کرد یعنی همان فنناوری هایی که امروزه در پهبادهای رادار گریز آزمایش می شود فردا می تواند در بدنه یک جنگنده سرنشیندار به کار گرفته شود حال اگر بخواهیم یک تصویر آینده نگر ترسیم کنیم چه خواهد شد؟ فرض کنیم ایران تا سال 1410 خورشیدی به تواند یک جنگنده عملیاتی بومی ارائه دهد این جنگنده احتمالا ترکیبی خواهد بود از طراحی رادارگریز موتور بومی ارتقا یافته رادار آرایه فازی داخلی و توان حمل موشک های هوا به هوای میان برد در مرحله نخست ممکن است در مقیاس محدود تولید شود و بیشتر نقش بازدارنده روانی داشته باشد تا برتری کامل هوایی اما همین موضوع کافی خواهد بود تا معادلات منطقه تغییر کند در یک سناریوی بلند مدتتر ایران ممکن است به سمت تولید مشترک با کشورهای مانند روسیه یا چین برود برای مثال همکاری در پروژه مشابه سخو 57 یا جی 31 می تواند باعث شود ایران زودتر به فناوری های پیشرفته دست یابد. در گذشته نیز شنیده شده بود که ایران به دنبال خرید یا تولید تحت لیسانس جنگنده های روسی بوده هرچند هنوز عملی نشده است اما فراتر از همه اینها یک نکته کلیدی وجود دارد جنگنده نسل پنجم تنها یک هواپیما نیست بلکه بخشی از یک اکوسیستم نبرد شبکه محور است یعنی جنگنده باید بتواند با ماهواره ها ها، سامانه پدافندی و مراکز که فرماندهی در یک شبکه کامل داده ارتباط برقرار کند اگر ایران بتواند چنین شبکه ای بسازد حتی یک جنگنده نسل پنجم محدود نیز می کارایی بالایی داشته باشد بنابراین این آینده جنگنده های ایرانی را می توان چنین خلاصه کرد حرکت تدریجی از نسل چهار به چهار و نیم استفاده از تجربیات پهبادی سرمایه گذاری در موتور و رادار بومی و در نهایت تلاش برای رسیدن به یک نمونه بومی نسل پنجم تا یک یا دو دهه آینده آیا این مسیر آسان خواهد بود؟ قطعا نه اما با توجه به شرایط جوپلیتیکی و فشارهای خارجی به نظر می رسد ایران چاره جز پیمودن این راه ندارد در پایان باید گفت که شاید امروز قاهر 313 برای بسیاری تنها یک ماکت نمایشی به نظر برسد اما فردا ممکن است همین پروژه یا نسخه های تکامل یافته آن به نقطه آغاز ورود ایران به با باشگاه محدود دارندگان جنگنده نسل پنجم تبدیل شود تاریخ بارها نشان داده که کشورهایی که تحت فشار و تحریم قرار گرفتهاند بیش از دیگران به نوآوری روی آوردند آینده نشان خواهد داد که آیا ایران نیز می تواند از دل محدودیتها یک برگ برنده هوایی واقعی بیرون بیاورد یا خیر وقتی همت اراده و تخصص نتیجه می دهد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقمند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما